بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه. بینندگان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، سلام علیکم. صبح روز 13 ماه صفر الاحزان 1443 از جاده نجف، راه بهشت، حرم آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب تا حرم آقا سید الشهدا سلام الله علیه، مجمع علی اکبر، عمود 1114، با برنامه سلام کربلا در خدمت شما بزرگواران، عاشقان و موالیان آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیهم السلام در جای جای این کره خاکی هستیم. امیدواریم بتونیم امروز هم بهترین ها رو در خدمت شما باشیم، دلهای شما رو همراه با تصاویر این خیل عظیم زائر که به عشق آقا سید الشهدا سلام الله علیه لبیکو به طرف حرم مطهرشون دارن تردد میکنن. شما بزرگوارانی که قطعا میدونم دوست داشتید شما هم همراه این عزیزان باشید، حالا بنا به عللی متاسفانه تا این لحظه نشده. ان شاء الله هنوز 7 روز مونده تا روز 40 و ما شاء الله ما متوقع بودیم از فردا این مشایه به این صورت عظیم باشه، ولی ملاحظه فرمودید قطعا در پخش های زنده مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام از این نقطه که از روز 10 ماه صفر مشایه بوده در این منطقه و لحظه به لحظه بیشتر میشه. بعضا ظهرها به خاطر گرمی هوا متوقف میشدن، استراحتی میکردن، نماز و نهارشون رو که میخوندن یه مقدار میموندن، 1-2 ساعت بعد راه میافتادن، ولی در این ایام ندیگه، یه حتی ظهر به طرف کربلای معلا حرکت میکنن، دوست دارن هر چه سریعتر خودشون رو به حرم آقا سید الشهدا برسونن. و واقعا جای شما بزرگواران خالی بود. شب گذشته قبل از اینکه بیام اینجا مشرف بودم حرم آقا سید الشهدا سلام الله علیه، به این نیت که شمای بزرگواران رو در زیارت هام
شریک بکنم. نماز و زیارت عاشورا خونده شد، دعای سلامتی و فرج مولامون آقا امام زمان هم خونده شد و شما هم در او شریک بودید. الان هم میخوام به نیابت از همه عزیزان دست ادب به سینه بگذارم رو به کربلا و شما هم در هر کجای این کره خاکی که هستید انشاءالله رو به کربلا قرار بگیرید و خدمت آقا سید الشهدا، فرزندانشون، برادرانشون و اصحابشون عرض سلام داشته باشید. آماده اید؟ هر که دارد هوس کربلا، بسم الله. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين، السلام عليك وعلى أمك وأبيك، السلام عليك وعلى جدك وأخيك خصوصا المحسن الشهيد، السلام عليك وعلى الأئمة من بنيك خصوصا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليك يا مولاي يا قمر العشيرة يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله عليهم، السلام عليك وعلى أمك أم البنين، السلام عليك وعلى إخوانك المستشهدين بين يدي سيد الشهداء في يوم عاشوراء، السلام عليك وعلى أخواتك المحرومات، السلام عليك وعلى أطفال الحسين المظلومين، يا كاشف الكرب من وجه الحسين اكشف كروبنا بحق أخيك الحسين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نابرده رنج را چه کسی یکی آ حسین گفتم و آقا ترین شدم، یکی آ حسین گفتم و آقا ترین شدم، هیئت که آمدم سر و رویم سیاه بود، لطف حسین بود که زیبا ترین شدم، لطف حسین
که زیبا ترین شده. عمرم تمام گشت و خودم را نیافتم، در بین روزه بود که پیدا ترین شدم، در بین روزه بود که پیدا ترین شدم. صد مرد زنده می شودم ذکر یا حسین، از محتشم نوشتم شیواترین شدم. هر کس بزرگ بود که آقا من با حسین بودم و آقا ترین شدم، من با حسین بودم آقا ترین شدم، بالاترین شدم. آقای غریب عالم، رزق روز و ماه و سالم، تو دریای عشق تو ببین غریقم و زلالم، منوسم بگر میدونم هوامو داری، عادت کردم عمریه بدونی. زیارتهاتون قبول باشه بزرگوارم، هر چه زودتر این سلام های که الان از طریق این تصاویر خدمت آقا سید و شهدا سلام الله علیه عرض کردید، خودتون مشرف بشید کربلا و از نزدیک ظاهر امام حسین علیه السلام باشید. من اصرار دارم روی این کلام به خاطر اینکه ازش خیر دیدیم، به اذعان خود شما بزرگوارانی که مشرف شدید کربلا. خواهری فرمودن که اینقدر شما گفتی و اینقدر ما تلاش کردیم و الحمدلله رب العالمین، موفق به زیارت آقا سید و شهدا سلام الله علیه باشیم. و من باز عرض کردم همیشه از اصرار نباید گذشت، حالا باید به خاطر مسائل دنیایی، به خاطر مسائل معنوی، چه اشکالی داره؟ انسان بخواهد، البته نه آرزوهای طولانی و دراز مدت، آرزوهایی که سهل الوصول هست و امکانش هست. برای خدا و امام حسین کاری نداره که زیارت قبر شش گوشه رو نصیب و قسمت همه عاشقان رو کنه. وقتی زیارت عاشورای آقا امام حسین علیه السلام دقت بکنید، در کربلای معلا زیارت عاشورای آقا امام حسین علیه السلام بر جسد کسی خونده بشه و بعد تبدیل به تنفس بشه و این فرد مرده حی و زنده بشه،
این موارد که دیگه هیچ کاری نداره، کمترین مسائله. پس مواظب باشیم امیدمون رو به هیچ وجه از دست ندیم، چون ناامیدی خودش گناه. و اما شب گذشته قول به شما دادم، یا روز گذشته قول به شما دادم، راجع به پرچم‌های آقا سید الشهدا چند کلامی خدمت شما عرض کنم. برنامه منم مشترکم شب‌های جمعه که ساعت 9:30 شب تا 11 شب روی آنتن بود، بنده با بقیه عزیزان مجری هم در خدمت شما بودیم. تماس می‌گرفتید، اسامی خودتون، بیمارانتون، حاجتمندانتون، افرادی که از بین خانواده های شما مرحوم شده بودن، اینها رو به ما میفرمودید. ما روی پرچم مقدس یا حسین یا ابوالفضل عباس می نوشتیم. این پرچم ها بعد از این که متبرک شده به حرم های مطهر، مدتی روی استدیوی شبکه جهانی امام حسین، روی ساختمان در حال احداث شبکه جهانی امام حسین و اینجا در مشایه هم داره دلبری میکنه، اینجا هم داره ازش استفاده میشه. فقط به این نیت که عرض بکنیم ما هر جا بریم با شما هستیم، هر جا ما میریم شما هم با ما هست. امیدوارم همگی حاجت روا باشید. باز دوباره شبهای جمعه بعد از ماه صفر در خدمت شما خواهیم بود با پرچمهای جدید و اسامی که شما بزرگواران برای ما میفرستید. شماره تماس برنامه باز شده 2-964-771-6167 100 در اختیار شما و همه عزیزان هست که صدای خودشون رو همانند این زائری که الان پشت خط هستن برسونن. سلام علیکم و رحمت الله. مشایه 40443 راه نجف کربلا، عمود 1114 مجمع علی اکبر، مقر پخش های مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم. به کربلا خوش اومدید. خسته نباشی، التماس دعا داریم. خواهش میکنم. جناب آقای میخلافزاده، عرض سلام و احترام به برادر بزرگوار جناب آقای میخلافزاده کربلایی. خدا التماس دعا دار. سلامتی و جزای خیر بده. بفرمایید همراه با این زائرین قلبتون رو روانه حرم آقا سید الشهدا آقای میرخلف برامون دعا کنید. یا صاحب زمان ان شاء الله حاجت الله علیه یا مولا یا صاحب زمان، صلی الله علیه یا مولا یا مهد زهدا، صلی الله علیه یا مولا یا عبدالله، صلی الله علیه یا مولا یا ابا عبدالله، سلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن نبی الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، یا ابن سید المرسلین، السلام علیک یا صاحب کربلا، السلام علیک یا غریب کربلا، السلام علیک یا شهید الشهدا، السلام علیک لطفی کربلا، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی یاران الحسین زوار حسین، سلام علیک یا مولا و من بنی حافظ و علم دار دشت کربلا باب الحوائج، السلام علیک یا امیر المؤمنین یا ابن سید النسیلی یا ابن فاطم امول، السلام علیک حضرت زهرا، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک حضرت زینب کبرا ایام رسانه کربلا، السلام علیک یا سفر حسین و را زینب یا السلام علیکم عزیزت الرقیه، السلام علیکم اهل بیت نبوت، السلام علیکم یا شهید کربلا، علیکم یا صاحب زمان یا شریک الرحمن یا مهدی زمان، لبیک یا حسین، لبیک یا مهدی، لبیک یا عباس،
لبیک یا زیر التماس دعا داریم، به اون دعا کنیم. شما چند قدر به نیابت همه مسلمان، به همه شیعان امیر حاملی، نیابت ما جامونده ها از قافل دور موندیم زیارت کنید. قبول باشه زیارت. ممنون برنامه خوبتون از تک خودتون رو همکار میکشید. یا علی مدد، یا علی مدد، خدا رو بگرش. تماس این خواهر ما قطع شد، چون ظاهرا میخواستن به فرد دیگری هم بدن که سلام بده. ان شاء الله که حاجت روا باشن دوباره سعی میکنن تماس میگیرن و خدمت آقا سید و شهدا عرض سلام خواهند داشت. و اما تماس بعد رو دریافت کنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام، خسته نباشید. سلام علیکم. ممنونم، متشکر. در مونده نباشید، به کربلا خوش اومدید. بفرمایید زائر آقا سید و شهدا همراه با این زائرین مشایع باشید. سلام علیک یا مولا یا عبدالله، صلی الله علیک یا مولا یا عبدالله، صلی الله علیک یا مولا یا عبدالله. سلام علیکم و علی ابن حسین و علی اولاد و علی اصحاب السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا ام البنین، السلام علیک یا فاطمه الزهرا، السلام علیک یا قائم آل محمد، یا صاحب الزمان، یا خلیفة شركة، السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و رسوله امیر المؤمنین حسن و حسین، السلام علیک یا امام حسن، السلام علیک یا زینب الکبرى، السلام علیک یا علی اکبر، السلام علیک یا علی اکبر، السلام علیک یا دوستان امام، السلام علیک یا افتاد شده کربلا، بکت مادم و پدرم، یا امام حسین، هر که مشتاق کربلا و هر عاشق کربلا برسد. الهی آمین. انشاءالله. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک. اللهم اجعل لبیک الفرج. قبول باشه زیارتتون انشاءالله. حاجت روا باشید و هر چه زودتر مشرف بشید کربلا. ممنونیم از تماستون. و اما تماس بعد رو دریافت. سلام علیکم و رحمت الله. خودت رو ببینشون. زائر محترم سلام علیکم. سلام آقای سلام آقای میخرمزاد بار همچنین سلام خود دامین محترم شکیه ما مستقیم علیه السلام. خدا قوت زائر هاتون قبول انشاءالله. ممنونیم از دل میوران از تمام امروز و سمت در مادرم برم خدمت آقا عبدالله حسین علیه السلام. ما هم به شما التماس رو دارم. سلام بر سقای دست کربلا و اول فضل عباس. السلام علی بن معلا علی بن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین و علی اخت زینب الکبری. السلام علیک یا بن حسین حضرت رفعی سلام الله عطا به کل مرزان ها. اللهم عجیز مرحیم فرج حتا امت لولی بیکر فرج یا علی مدد. انشاءالله حاجت روا باشید. انشاءالله سلام هایی که شما بزرگواران از جای جای این کره خاکی خدمت آقا سید و شهدا عرض می کنید همان قدم به حرم شریف ارباب میگذارید و هم قطعا انشاءالله جواب میگیرید. ما هم به نوبه خودمون انشاءالله هر اونچه که توفیق زیارت داشته باشیم دعاگو بنای با زیارتون هستیم. ما شاءالله سیل عظیم جمعیت از این زاویه‌ای که من نگاه می فقط خط سیاهی هست داره حرکت. عاشقان آقا سید و شهدا سلام الله علیه. اللهم به حق الحسین اقضی حوائج المحتاجین. خ...
خدای من یا رب العالمین، عاشقان آقا سید و شهدا، جای جای این کره خاکی، اونها هم مشتاقن، دوست داشتن همین لحظات رو، همین آفتاب گرم رو، همین رنج مشایه رو داشته باشن و همگام با این زائرین به طرف حرم آقا سید و شهدا مشرف بشه انشاءالله. همگی حاجت روا باشید و اما تماس بعد رو دریافت کنید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام خواهر بزرگوارم، به کربلا خوش. سلام علیکم، حال شما خوب هستید؟ ممنونم، متشکرم، دعاگو و نایب زیارتون هستیم. بفرمایید شما هم همراه این سیل عظیم زائر خدمت آقا سید و شهدا عرض سلام داشته باشید. قبل از اون صدای تلویزیونتون رو ببندید، ممنون دار شما هستم. خیلی ممنون ده باشید، بستر صدای ویزونه های میمتلن ما صدا داریم ازت، حتما انشاءالله دعاگو هستیم. بفرمایید زیارت کنید. السلام علیکم یا ابا عبدالله حسین، السلام علیکم یا آقای کربلا، السلام علیکم یا ابا عبدالله انشاءالله حاجت روا باشید، هر چه زودتر مشرف بشید کربلا همراه با کل اعضای خانواده با صحت و سلامتی کامل. خیلی ممنون که چیز درد نکنه خواهش کربلا، حتما انشاءالله انجام وظیفه میکنم. همه خواهش من ممنونیم از تماستون، روز شما هم بخیر. یا علی مدد، خدا نگهدار. یا علی، حقیقتا ما بر خودمون وظیفه میدونیم، مخصوصا بنده که تا این لحظه با اینکه اینجا میبودم برنامه اجرا میکردیم، بعد از اون الحمدلله رفت میشدیم یا قبل از برنامه از حرم آقا سید و شهدا مستقیما می اومدیم اینجا و خدمت شما انجام وظیفه می کردیم. انشاءالله هر اون چه که توفیق زیارت داشته باشیم، داغو و نایب و زیاره تک تک شما بزرگان هستیم. ما این که دوست باشید فرزندانتون سبب کالسکه باشن، اونها رو به طرف حرم آقا سید و شهدا رو به جلو ببرید و عاشقانه زائر آقا سید شهدا ما بعد رو دریافت کنید. سلام علیکم و رحمت. خسته نباشید، تو من صدا دارید. ممنونم خواهر، بفرمایید زیارت. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وفرجهم، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرض وحدك الله بفناك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي اليوم النهار، لو جعله الله خير أحد مني لزيارتك. السلام على حسين ولي ابن الحسين أولاد الحسين ورأسه الحسين ولا أبو الفضل الحسين وخيمية حسين ولا زهار الحسين، أسلم لي صاحب السماء أكرم وجه لولي فراش بك يا حسين. قبول باشه زیارتتون انشاءالله، حاجت روا باشه انشاءالله، مشرف بشید کربلا و از نزدیک ظاهر آقا حسین علیه السلام. به گذشته روزهای قبل هم عرض کردم هیچ چیزی از عوامل طبیعی دنیایی نمیتونه جلوی ظاهر آقا سید و شهدا سلام الله علیه رو بگیره، نه گرمای شخصی، گرما
نه بیماری، نه این که از نعمت داشتن پا برای حرکت، نه این که نعمت داشتن دست برای غذا خوردن یا هر واجب و کاری که قرار باهاش انجام بشه. هیچ کدوم اینها بودش تا بودش اس نمیشه. زیارت آقا سید الشهدا سلام الله علیه تعریف بشه. واقعا خواب واهی دیدند اون افرادی که میخواهند نور خدا را بال خاموش کنند. خدای تبارک و تعالی این نور رو و خود بر احاطه داره، محافظت میکنه، ولی برای امتحان من و شما، برای امتحان اون منصبدار، برای امتحان کسی که پشت میز میشینه، برای لبانش صحبتی میکنه، یه سمتیت ها داده میشه انشاءالله. هممون و هممون از این امتحانات سربلند خارج شد، بعضن به اسم کرونا، بعضن به اسم نمیدونم، ده به من برنامه من نیست که راجع به این مسائل صحبت کنم. من فقط همین رو میتونم بگم، آقا جان هر کاری که میتونید بکنید، ولی مطمئن باشید ید الله بر خدا بزرگتر از این صحبت. چقدر میخواید بگید؟ چند شماره میخواید بشمارید؟ باز هم برو بالاتر، هر اون چه گفت برو بالاتر، مطمئن باشید خدای تبارک و تعالی خوده. تماس بعد در سلام علیکم و رحمت الله. سلام حسن باشه چر به کربلا خوش اومدید. بفرمایید شما خوب هستید؟ دعاگوی شما هستیم الحمدلله رب العالمین. التماس دارم از دعاتون، خواهش میکنم ان شاء الله. دست در نعت بابا با عبدا فرمایید ظاهر آقا سید الشهدا علیه السلام باشید. چش السلام علیکم یا ابا عبد الله، السلام علیکم یا رسول الله، السلام یا ابن امیر المؤمنین ما فاطمه الزهراء سیدت النساء العالم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب، السلام علیکم یا عمر بن هاشم یا فضل العباس، السلام علیکم یا زینب القوم، السلام علیکم یا عزت رقیه، السلام یا صاحب الزمان. خدای فرج آقای زمان رو برسون، خدای امین شفا بده، خدای امین که دارد از گرفتاری نجات. اللهم عجل ولی کل فرج، اللهم عجل ولی کل فرج. التماس دعا خیلی هم دارم انشاءالله حاجت روا باشید. ما نوبه خودمون انجام بردید نوم از تماستون. یا علی مدد و خدا نیم. بله این رو عرض می کردم، بدان شیعیان آقا سید و شهدا امیر المؤمنین همه جوره پای اعتقادشون ایستادن، نکنه یادشون رفته و تاریخ رو ندیدن یا نخوندن. بابا مردم شیعه، مردم عاشق آقا سید و شهدا گردن در راه زیارت آقا سید و شهدا دادن، دست می دادن، پا می دادن. دنبال چه می گردید شما؟ هیچ جا هیچ خبری نیست، فقط در خانه اهل بیت و آقا سید و شهدا. کل الخیر باب الحسین علیه السلام. تماس بعد رو دریافت کنم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام آقای سلام، حالتون خوبه؟ من متشکر. به کربلا خوش اومدید. بفرمایید شما هم همراه با زائرین آقا سید و شهدا با پای قلبتون مشرف بشید کربلا. خیلی ممنونم. من قبلا هم به شما هر وقتی که شما
به کربلا خودم. من کاملا همین احساس رو دارم که من وقت مدام به کربلا خیلی خیلی ممنون میتونیم دکار بفرمید زیارت. السلام علیکم یا ابا عبدالله، السلام علیکم یا ابن عبدالله، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و سید الوقتین، السلام علیکم یا سخات زخرا سید العالمین، السلام علیکم یا مولا یا ابن العباس یا ابن لکوت یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم یا باب الحوائج، السلام علیکم یا سیدنا، السلام علیکم یا سیدنا یا زید بكم یا جبل السلام یا الله حرکت امام حسین این قلب مصطفی افغانستان از همه جهان دور کن خداوند خودت اطلاع مدخل ای دنیا فیدود باش خداوند خودت و زودترین پسر از ها را باز کنی که من لحظی از بین برای خودتی به حبتان این گاه این بلا رفته آقا خلاف زده همین من میتونه زیاد کنه بفرمایید زیاد فرصت نداریم کمتر از 3 دقیقه تا پایان برنامه هست بفرماین ایشون هم زیارت کنید علیکم السلام اسمم از قلم بیفته بلالله خداوند افغانستان آرامی در قلب یا حسین تمام اونجا خنا و اسمت بیفته این هر روز وفاد می روستن این خیام مال خدا یا علی مدد انشاءالله حاجت روا باشید انشاءالله روز نجات کل مظلومان دنیا از دست کل ظالمین عالم انشاءالله همگی حاجت روا باشید فقط یک و نیم دقیقه فرصت داریم آخرین تماس رو انشاءالله در حد خیلی کوتاه خدمت آقا سید و شهدا عرض سلام داشته باشید سلام علیکم و رحمت الله از میکنم خدمت حاج آقای میخواد عزیز و بزرگوار کربلا خوش اومدید ممنونم فقط یک دقیقه فرصت داریم بفرمایید خیلی کوتاه خدمت آقا سید و شهدا عرض سلام داشته باشید اقتماس داده بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عد برجام السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین و علی احفاد الحسین و علی احفاد الحسین السلام علیک یا ابا العباس یا صاحب شاکر سلام السلام علیک یا ابا صالح المهدی و صاحب الزبان یا قدرت الرحمن یا شریف قرآن لبیک یا حسین لبیک یا عباس لبیک یا مهدی یا صاحب الزمان اللهم عجل ولی التماس دخترم در دای حق یا علی مدد ممنون از تماستون انشان حاجت روا هر مشرف بشید کربلا انشاءالله در تماسهای بعد اون سلامهای تفضیلی و کاملتون خدمت آقا سید و شهدا بد انشاءالله باشید باشیم تا شب ساعت 10 شب به وقت کربلای معلا یا عدی عشق تو پاکه شکر خدا که تو هیئت تو سینه زن شدم اگه گداتم از نوکراتم از کرم امام حسن شدم غم تو موندم آخرش مردم با پیرن سیاه کفن شدم غم تو موندم آخرش مردم با پیرن سیاه کفن شدم یا حسین کرب و بلا یا حسین کرب و بلا باز ببین اومدم با یه چشمان خیز جز به گریه کنان آقا اسممو